هرودوت تاریخ نگار یونانی می نویسه پیش از آغاز جنگ تروا هلن و معشوقش پاریس به شهری به نام هراکلیون سفر کرده بودند. در این حال هرودوت در تواریخ می نویسه هراکلیون شهری بوده که معبدی عظیم داشته و هرکول نام‌آورترین قهرمان اساطیری یونان باستان هم به اون سفر کرده بوده. شهر دیگه ای که در متون کهن بارها نامش به می اومده کانوپوسه، بندری تجاری که ضیافت‌های به یاد ماندنی شهره آفاق بوده و امپراتور رومی آدریانوس به اون علاقه زیادی داشته. با این حال طی قرن‌ها به جز نام چیزی در مورد این شهرها نمی‌دونستیم، تا اینکه چند سال پیش گروهی از باستانشناسا به سرپرستی فرانک گودیو این شهرهای گم شده رو در اعماق آب‌های مدیترانه کشف کردن. حفاری‌های جدید ادامه کاوش‌های مفصلیه که در سال 1996 آغاز شده. فرانک گودیو و همکارانش برای کاوش از جدیدترین فناوری‌های مربوط به مطالعات زیر آب مثل مغناطیس سنج و سایت سکن سونار استفاده کردند. منطقه مورد بررسیشون در خلیج ابوقیر 110 کیلومتر مربع وسعت داشته، یعنی محوطه‌ای بوده به بزرگی شهر پاریس. اونا بعد از چند سال بررسی تونستن مناطقی رو که باید حفاری بشه مشخص کنن. تونی سراکلیون امروزه در 7 کیلومتری ساحل مصر 10 متر زیر آب مدفونه. تمام شهر زیر رسوبات و ماسه پنهانه و بدون ابزار پیشرفته اصلا نمیشه فهمید شهری زیر آب وجود داره. بخشی از یافته های این شهرهای مدفون اینجا در موزه بریتانیا به نمایش در اومده. خیلی حس غریبیه وقتی بین این اشیا را میرین و با خودتون فکر میکنین که اینا قرنهای متمادی زیرا پنهان بودن و تازه چند ساله که بیرون کشیده شدن. اما در مورد این شهرهای مدفون چی میدونی؟ Tony Seraklion used to be the major international seaport of Egypt. سه قرن پیش از اسکندریه، تونی سراکلیون شهر بندری مهم مصر بوده و اهمیتی تجاری مذهبی داشته. کانوپوس هم مرکز مذهبی مهمی بوده، به خصوص به خاطر نیایشگاهاش، هم نیایشگاه‌های خدایان مصری و هم خدایان مصری یونانی. برای مثال در تونی سراکلیون معبد عظیم خدای آمون را داریم که فرعونه برای تاجگذاری و تنفیذ قدرت باید به اونجا می‌رفتند. تا بعد از پیدایش شهر اسکندریه و رونق اون، تونی سراکلیون اهمیتش رو از دست نداد. هرچند تجارت در اون رونق سابق رو نداشت، اما همچنان شهر مذهبی مهمی محسوب می‌شد. پس از اینکه اسکندر مصر رو فتح کرد، بطلمیوسیان که حاکمان یونانی مقدونی بودن در مصر به قدرت رسیدن و مصریان هم اونا رو به عنوان فرعونه جدید پذیرفتن. بطلمیوسیان هم برای تنفیذ قدرت به تونی سراکلیون می رفتن و این رو ما به واسطه کتیبه های سنگی می دونیم که فرانک گودیو کشف کرده. کشف این آثار حقایق زیادی رو در مورد تمدن‌های باستانی آشکار می‌کنه. یه مثال خوبش این کتیبه سنگیه که از اعماق آب‌ها بیرون اومده و از یکی از رازهای تاریخی پرده برمی‌داره. این کتیبه سند مهمیه چون باعث شد گودیو بفهمه شهری که کشف کرده همون تونیسه. نام تونیس در این کتیبه اومده و گفته شده که این کتیبه باید در تونیس در دهانه خلیجی نصب بشه که به دریای مدیترانه منتهی میشه. اهمیت دیگه این کتیبه اونه که ثابت میکنه تونیس و هراکلیون در واقع یک شهرن. تا همین اواخر تصور میشد که اینها دو شهر متفاوتن، اما این کتیبه که به خط هیروگلیفه نشون میده که هراکلیون در واقع نام یونانی بندر مصری تونیسه. یکی از جذابیت‌های این نمایشگاه اینه که به تأثیر متقابل دو فرهنگ مصری و یونانی میپردازه. نه تنها هنرمنداشون از سبک هم الهام گرفتن، بلکه میشه گفت که هر دو ملت از اعتقادات و باورهای همدیگه هم به شدت متأثر شدن.
Indeed, in the 7th century BC, so that's the time when Tunis Heraklion was founded. شهر تونیس در سده 7 قبل از میلاد در زمانی متولد شد که مصر درهاش رو به روی ساکنان سواحل مدیترانه و به خصوص یونانیان گشوده بود و آدمها، اجناس، عقاید و ایده ها به سوی مصر سرازیر شده بودند. یونانی های زیادی برای تجارت و سکونت به مصر می اومدن. اونا اجازه داشتن معابدی برای خدایان خودشون بسازن چون فراعنه در این دوران بسیار منعطف بودن و ذهن بازی داشتن. وقتی در سال 332 قبل از میلاد اسکندر مصر رو گرفت، 3 قرن حکومت بطلمیوسیان در مصر آغاز شد. دوران بطلمیوسیان در سال 30 قبل از میلاد با خودکشی کلوپاترای هفتم به سر اومد. بطلمیوسیان 3 قرن در مصر حکومت کردند. این 3 قرن باعث عمق و غنای رابطه یونانیان و مصریان شد. کافیه به هنر و معماری این دوره نگاهی بندازیم تا ببینیم چطور این دو تمدن در کنار هم شکوفا شدند، بر هم تأثیر گذاشتند و در هم ادغام شدند. چشمگیرترین اشیاء این مجموعه این دو مجسمه عظیم الجثن که 5 متر ارتفاع دارند و به گفته باستانشناسا در سردر ورودی معبد بزرگ تونیس قرار داشتند. They are probably representing early rulers of the Ptolemaic dynasty, maybe Ptolemy the second or Ptolemy the third. این دو تندیس احتمالاً متعلق به دو تن از نخستین حاکمان دودمان بطلمیوسیانند. شاید بطلمیوس دوم یا سوم باشه همراه با ملکش. اونا خودشون رو جانشینان برحق فراعنه میدونستن. میبینین که فرمان روا دامن کوتاه مصری به تن داره و تاجی به سر داره که پشنت نامیده میشه و نمادی از وحدت بین مصر سفلا و مصر اولیا و همون تاجیه که فراعنه به سر میذاشتن. تاج ملکه هم لوح خورشیده با پرهای شترمرغ و دو شاخ گاو در دو طرفش. این تاج هم بین زنان دربار مصری معمول بوده و هم تاج ایزیس الهه مصریه. خیلی از ملکه‌های یونانی دلشون می‌خواست با ایزیس که الهه باروری و حامی نیروهای ماور و طبیعی مصر بود مرتبط باشن. کدوم بلای طبیعی باعث شده این شهرها زیر آب فرو برن؟ What probably happened are catastrophic event like earthquake and tidal wave and the احتمالاً اتفاقی مثل زلزله باعث حرکت و ایجاد شکاف در لایه‌های زیری زمین شده و موج‌های عظیم به پا کرده. این مسئله باعث شده زمین نشست کنه و این شهرها در آب غرق بشن. این اتفاق فاجعه بار گنجینه باستان شناختی به وجود آورده چون مردم فرصت نداشتن وسایلشون رو بردارن و شهر رو ترک کنن. تقریباً شبیه چیزی که در پمپئی اتفاق افتاد. لایه‌های رسوبات هم از اشیا محافظت کرده. تا به حال 69 قایق و کشتی و بیش از 700 لنگر زیر آب کشف شدند. همه اینها نشون میده که این بندر چقدر پر جنب و جوش بوده. تا این لحظه هیچ کدوم از کشتی‌های چوبی رو از زیر آب بیرون نکشیدن چون نگهداریشون شرایط مخصوصی میطلبه که هزینه زیادی در بر داره. از طرف دیگه تعداد کشتی‌ها زیاده، بنابراین ترجیح دادن فعلا همونجا زیر آب نگهشون دارن. این گنجینه بی‌نظیر ثمره 5% کاوش است. اما باستانشناسای زیادی معتقدند همین 5% هم مهمترین کشف باستانشناختی نیم قرن اخیره.